열심히 하는 놈 애가 너야 소중하는 놈 홀다 홀다 감사하고 할 홀리워드에도 만나는 놈 상가로서 열심히 하는 놈 애가 너야 소중하는 놈 홀다 홀다 감사하고 할 홀리워드에도 만나는 놈 بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوشحال هستم و خیلی متشکرم از حضور شما عزیزانی که یک ساعت از وقتتون رو مایه میگذارید و تشریف میارید در ضیافت گفتگو و ما رو با صحبتهای خود، اطلاعات خود، پیشنهادهای خودتون خوشحال میکنید و بقیه بینندگان و شنوندگان محترم ما هم از اطلاعات شما استفاده میکنند. هفته گذشته باز دوباره پر از اطلاعات و پر از اتفاقات و پر از همه چیزهایی بودش که واقعا هر روز که میگذره چهره اونهایی رو که خالق متعال رو قبول ندارن و با کارهای دیگه سرشون مشغول هست بیشتر و بیشتر دیده میشه، بیشتر و بیشتر روشن میشه. ما همیشه سعی میکنیم هرچی بلد هستیم در طبق اخلاص بگذاریم و با شما این یک ساعت رو باشیم و با گفتن این که ما به هیچ وجه ادعایی نداریم که چیزی میفهمیم یا چیزی سرمون میشه، ولی خب هرچی بلد هستیم یا هرچی میدونیم رو بدون چیزی که مثلا ادعایی داشته باشیم بیاییم و اظهار میکنیم به شما، خدمت شما. صحبتایی که اینجا میشه به این معنی نیستش که حتما آخرین حرف باشه و به این معنی نیستش که حتما حرف ما درست باشه و شما قبول بکنی. هر کسی به ظرف خودش اضافه میکنه از این مختصر هدیه‌ای که ما هر روز هر وقتی که خدمتتون میرسیم ارائه میکنیم یک مختصری به ظرف دانش شما انشالله اضافه بکنه و شما هم میتونید در این ضیافت گفتگو که مال خودتون هست شرکت کنید و با تلفن 202-753-99-33 تماس بگیرید و این تلفن از طریق کامپیوتر میاد و وقت زنگ میزنه ما میتونیم که این اطلاعات شما رو بشنویم و بقیه شنوندگان محترم ما هم صدای شما رو بشنون و در این گفتار چیزی بلکه حاصل همه ما بشه انشالله رحمان. و ما اجازه میخواییم که یه مقدار صحبت اولیه داشتیم که هفته پیشم راجبون صحبت کردیم که در این جلساتی که در واشنگتن داره انجام میشه به هیچ وجه اینا حاضر نیستن که ریشه این دردی که گریبانگیر کل جهان شده که به نام تروریست ازش صحبت میشه، هیچ کس حاضر نیست که ریشو
بنیاد اینو بخواد پیدا بکنه. البته هر کسی برای خودش یک شرحی داره، هر کسی برای خودش یک مثلا ریشه رو داره. یکی میگه مثلا چون یه عده خودشونو از یک رشته از اسلام میدونن، اون یکی خودشون از یه رشته دیگه میتونن، اشکالش این هست. و اونطور که ما تقریبا یادمون میاد تا موقعی که در سال 1945 که یک جایی رو با حقه بازی درست کردن به نام اسرائیل و اینها اومدن اونجا هر روز سرزمین های فلسطین ها رو غصب کردن و با زور و تفنگ و وحشت در اینها رو از منازل خودشون راندن در مراکز جایی که چادر زدن، اینها رو به عنوان مهاجرین فلسطینی معرفی کردن، آوارگان، ببخشید اونها اون موقع آوارگان فلسطین معرفی کردن. و سالها گذشت، اینا بالاخره یکی پیدا شد بین اینها به نام یاسر عرفات. این اومد و یک کارایی کرد، یه در گرفت، یه در کش، یه در من ترور کرد و فلان. بعد اینا هم گفتن دیدین اینا تروریستن و بیشترشون هم مسلمون هستن. تا وقتی تروریست نبودن اینا فلسطینی بودن، بعد که تروریست شدن مسلمون، مسلمونن اینا این کارو میکنن. و هر وقتم هر چیزی شد سریع میگفتن که بله بریم با هم دیگه مذاکره کنیم. این مذاکره 60 سال طول کشیده تا حالا. و اونایی هم که اطلاع دارید اون زمان که زایونیستای دنیا هجوم آوردن به این منطقه فلسطین، اونجا زندگی میکردن در رفاه کامل، در خوشحالی، همسایه با همسایه یهودی بود، مسلمون بود، مسیحی بود، اینا به هیچ وقت هم هیچ اعتراضی نداشتن، هیچ موی دماغ همدیگه نمی شدن، نبودن و نمی شدن، چون سالهای سال اونجا زندگی کرده بودن، خانواده هایی بودن که سالهای سال اونجا همسایه بودن. بعد که این شروع شد این آبشار زایونیستای اروپا و روسیه به این منطقه، خب بالاخره یه چیزای اتفاق افتاد و خونه هاشون آتیش گرفت، خونه هاشون رو از بین بردن، زمیناش رو غصب کردن، همه این کارا رو کردن که بالاخره اینا شروع کردن به مثلا مقاومت تروریستی. و این هم یک اونا اونوری ها یک این رو بر گرفتن که بله ببینید اینا مسلمان هن، این تروریست هن و فلان این حرف ها. بعد هم همه امکانا اطلاع دارید که توی 60 سال هر روزی که گذشته اون زایونیستایی که سرزمین های فلسطین رو غصب کردن هی به مقدار مساحت زمین خودشون اضافه میکنن. و با یه جنگی که شروع کردن زمانی که عبدالناصر رئیس جمهور مصر بود و اروده کشی میکرد، اینا گفتن خب ما ترسیدیم که این واقعا بیاد به ما حمله کنه. شب قبلش یا یه هفته قبلش حمله کردن، در نیم ساعت ارتش ببخشید نیرو هوایی مصر رو از بین بردن، برم اینا رو از بین بردن و تمام سرزمین های سینا رو گرفتن و بلندی های جولان رو گرفتن و یه مقدار از خاک لبنان رو گرفتن. خلاصه کلی به هم بس دادن محل های خودشون. و همیشه هم صحبت از این بوده که از فرات تا یک رودخونه هست در لبنان تا اونجا مال ماست، اینها همش سرزمین های تاریخیه و اینها متعلق به زایونیست ها هست. البته خب حقیقتش یه چیز دیگه است. اونایی که میدونید میتونید به ما تلفن کنید و بگید. تلفن ما باز هست، از همین الان تلفن ما باز هست، شماره من هست 202-753-99-33. بله، تاریخچه این محل بالاخره به جایی رسید که یه نفر به نام انور سادات با یه حیله های تاکتیکی جنگ ایشون تونست یه کارایی بکنه، ولی با پشتیبانی و همراهی امریکا و دول اروپا اطلاعات رسانی شد و زایریستا از پشت لشکر انور سادات اومدن بیرون و چندین هزار سرباز اینا در صحنای سینا محاصره شدن. بعد اون موقع اینا نبسود کردن، چیکار کردن؟ عقب نشینی کردن، اینا عقب نشینی، اونا عقب نشینی کردن. بعد در یک زمانی آقای سادات که آقای مناخم بیگن در اونجا رئیس جمهورشون بود،
یا نخست وزیرشون بود، اونجا نخست وزیر دارن، رئیس جمهور ندارن. آقای انور سادات میرن به تل آویو و اونجا ملاقات میکنن با مناخم بیگن و با هم یه صحبتایی میکنن. بعد این آقای کارتر در زمان آقای کارتر هستش که این دو نفر میان اینجا در یک جایی به نام پادگاه یا پایگاه داوود که در ایالت پنسیلوانیا هست و اونجا با همدیگه صحبت میکنن و بالاخره قرار بر این میذارن که سینا رو پس بدن، منتها یک تیکه کوچیکش که به بحر احمر یا دریای سرخ میخوره، یه تیکه کوچیک اونجا راه به دریای سرخ داشته باشن که از اونجا به اصطلاح خلیج فارس و به بقیه جاهای اقیانوس هند و اونورا راه پیدا میکنن. از این برم که خب در دریای مدیترانه هستن، یعنی راه دو طرف رو دارن، همه مدیترانه رو دارن، همه راه اقیانوس هند رو دارن از طریق بحر احمر. بعد تمام این صحبت ها شد و فلان این حرف ها، و بعد آقای سادات هم چون کاری کرده بود که امکاناً برخلاف خواسته های ملت ها بوده یا برخلاف خواسته های بعضی از بزرگان قوم اون زمان بوده، ایشون رو با گوله کشتن و بعد از اون آقای مبارک اومدن و داستان بقیهش رو خوب همه میدونید. و از اون طرف هم آقای مناخم بیگن که کارش تموم شده چند نفر دیگه اومدن برای آقای به نام اسحاق یه اسمی داشت، اروپایی بود، چشمای سبز داشت، موهای زرد داشت، سن و سالی ازش گذشته بود، سرلشکر اون منطقه بود. اینها اومدن در زمان آقای کلینتون و آقای اسحاق شمیر هم نمیدونم اسم اسحاق شمیر اسم پرز به هر حال اسمش یادم نمیاد، ایشون رو با آقای یاسر عرفات اینا با هم دست دادن فلان کردن. بعد یه نفر رفت ایشون رو کشت در خود تل آویو یا در اورشلیم، یک یهودی ایرانی الاصل بوده مثلی که میره ایشون رو میکشه. به هر حال هر دفعه اینا سعی کردن که یه کاری بکنن، یه عده مانع شدن و اینم بیشتر و بیشتر برای اینه که خب اگر یه صلحی باشه در اونجا، اگر یک به اصطلاح ترک مخاصمه باشه، یعنی یه جنگی با کسی نداشته باشه، این منطقه به حالت آرامش برگرده. خب در حالت آرامش رشد اقتصادی و بقیه چیزهای این یکی ها خیلی بیشتر از اون یکی ها خواهد شد. این هست که ایران نمیخواد اینجا آرامش باشه، نمیخوان صلح و صفا باشه. همونطور که وقتی که در 1945 اینا حمله کردن تا سال 1950 این ادامه داشت و با یک طرحی به نام بلفور دکلریشن اینا اومدن که این صلح بکنن، این طرف مخاصمی که یهودیای اروپا بودن و زاینیستای بودن که از تئودور هرزاگ تبعیت میکردن، اینا قبول نکردن، گفتن که ما به هیچ وجه قبول نمیکنیم که صلح بکنیم. و این تو هوا موند و چون تو هوا موند هیچ کس هم نتونست بگه آقا این مال من، این مال شماست و از اینجا تا اونجا مال شماست، از اینجا تا اونجا مال من هست. این هیچ وقت به اونجا نرسید و تا امروز هم نرسیده، یعنی هنوز که هنوز یهودی های زاینیست منطقه فلسطین اینا هنوز در حال جنگ هست. و چون در حال جنگ هست خب تمام قوانین و هرچی هستن قوانین جنگ میگه، همینطوری که نمیشه و این ادامه داره. بعدم خب خیلی چیزهای دیگه هم هستش که عقل ما نمیرسه به اون، ولی خب اونهایی که دست در کار هستن میبینن که بله بنا به دلایلی، بنا به یک خواسته هایی، این جوشش منفی تو قلب مسلمان های دنیا که همون اورشلیم باشه، این باید ادامه پیدا بکنه، هی باید ادامه پیدا کنه تا جایی که یواش یواش داره رو میشه که یه عده‌ای میخوان، یه عده‌ای که به نام شیعه هستن، یه عده‌ای که به نام سنی هستن، اینا رو به
گله هم بندازن و این بیشتر و بیشتر داره گفته میشه، بیشتر و بیشتر داره تبلیغ زده میشه. ولی خب از اونجایی که کار دست ما نیست، کار دست الله سبحانه و تعالی است، اگر یک همچین چیزی هم بخواد اتفاق بیفته خواهد افتاد. و از اونجایی که ما ایمان داریم به قرآن، ایمان داریم به کتاب هایی که قبل از قرآن فرستاده شده، ایمان داریم به حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر اسلام و حضرت محمد لقبشون رحمت للعالمین هست، ایمان داریم به تمام پیامبرهای قبلی هم ما ایمان داریم. پس بنابراین وقتی که قرآن میگه که در یک زمانی تمام فوج فوج، یعنی گله گله، همه به طرف اسلام خواهند اومد، خب اینو که من که نگفتم، الله سبحانه و تعالی اینو نازل کردن از طریق جبرائیل به حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، و این رو حضرت محمد با زبان خودشون گفتن و در قرآن هست و 1400 ساله که این قرآن همون قرآن هست، تغییر درش نداده شده. تمام کتاب های دیگه‌ای که ما تا حالا از طریق وحی یا از طریق چیزهای دیگه نوشته شده، اینها همش تغییر کرده، یعنی اون اصل اون نوشتار این چیزی نیستش که حالا دست مردم هست. و اونهایی هم که خب اطلاع دارید 300 سال بعد از حضرت عیسی علیه السلام، عیسی ابن مریم علیه السلام، 300 سال بعد یه جایی به نام نیچی یا یک کنفرانس نیچی چیزی بوده در اروپا که تمام کتاب‌هایی رو که از انجیل بوده، اونا رو بهش میگن گاسپل، اینا رو یه مقدارش رو جمع کردن، مثلا 500 تا گاسپل بوده، از این 500 تا مثلا 20 تا 30 تاشو انتخاب کردن، بقیه رو منهدم نکرده. اینا هست در آرشیف های مخفی واتیکان، یه جای اینا هست که بالاخره یه روزی در میاد که ببینیم حقیقت چی بوده، که کی حضرت عیسی گفته من پسر الله سبحانه و تعالی هستم. هیچ وقت همچی صحبتی نکرد. به هر حال همه اینا که گذشت، بعد یه دو اومدن که آقا این مسلمون ها میخوان در تمام دنیا این ایده و عقیده خودشون رو پیاده بکنن، یعنی همه رو میخوان مسلمون بکنن. خب اولا مسلمان یعنی اونی که ایمان داره به یک خالقی که همه چیز رو خلق کرده. خب یه عده از این افراد ایمانشون به حضرت محمده و تابعیت از قرآن میکنن که مکمل کتابهای قبلی هست و به اینها میگن مؤمن یا متقی. یه دم اومدن میگن که بله، اینها اگر این عقیده خودشون رو پیاده بکنن، ما دیگه نمیتونیم این کار رو بکنیم، نمیتونیم اون کار رو بکنیم، اینطوری نمیشه بشه، اونطوری نمیتونه بشه، پس بنابراین ما باید با اینها بجنگیم. اینها میخوان بیان اینجا ما رو بکشن. اون بوش دوم این حرفا رو میزن که میخوان بیان اینجا ما رو بکشن، پس ما باید بریم اینا رو اونجا بکشیم. و اینجا باز یک فصل بزرگی ایجاد میشه، یک فصل بزرگی باز میشه که ما یه مقدار نگران این سرزمینی که توش زندگی میکنیم به نام آمریکای شمالی، که وقتی که شما قدم در راه ظلم برمیدارید و یه عده رو که بیگناه هستن، به هیچ کسی کاری چیزی ندارن، همینطوری میکشید، بعدم اگر کسی داد فریادش بلند شد، میگی خیلی ببخشید ما اشتباه کردیم، بیا $10 بهت میدم و رضایت بده برو کنار. این کار ادامه پیدا کرده تا حالا، تا امروزی که هستیم. و از اون موقعی هم که آقای اوباما اومده، این کار یه در ظاهر اونطوری نبوده، یعنی نیومدن 1000 نفر هر روز بکشن، هر روز اومدن 50 نفر تو افغانستان کشته شدن، 100 نفر تو عراق کشته شدن، 200 نفر در یمن کشته شدن، در سوریه 300 نفر کشته شدن، جمع بزنی همون 1000 نفره. و این فصل کشت و کشتار برای مسلمان های دنیا فصل بازه، و کشت و کشتار هم به دست کی میشه؟ به دست غربی ها میشه. این ادامه داشت تا 2 سال پیش. 2 سال پیش دیدن نه، یه بیشتر از این نمیشه این کار کرد،
یه افرادی رو آوردن از زیر سنگ در اومدن اینا. یه شب همه خوابیده بودن، صبح بلند شدن دیدن بله یه دو اومدن میگن ما خلیفه مسلمین هستیم و اسممون هم هست داعش و یک گردان بزرگ در عراق تمام سلاح‌های مدرن امریکا اونجا انبار شده بود و ذخیره شده بود. یه شب اینا به دست گرفتن ریختن بیرون، اومدن بیرون و بعد یه حالا غرب که نیست، اینا خودشون مسلمونن، این مسلمونا میگن از فرانسه اومدن، از آمریکا اومدن، از این ور اومدن، از اون ور اومدن، همشون هم اسمشون محمد و ابوبکر و عمر و این حرفا هستش، اینا اصلا به غربی‌ها دیگه چیز نداره که. بعد دیگه نمیگن که تمام اطلاعات ماهواره‌ای در دست سینا دارن میگذارن، دیگه نمیگن که اینا رو راه دادن که نفت یه منطقه رو که 300 هزار بشکه هست یا 40 هزار بشکه هست در روز، 40 هزار بشکه فکر میکنم باشه، آره 40 هزار بشکه در روز هست، 20 دلار دارن اینا میفروشن، 40 هزار ضرب در 20 دلار بکنیم میشه 800 هزار دلار، 80 تا نمیشه 800، یعنی 1 میلیون دلار دارن به اینا پول میرسونن. اونم فکر کنین از کجا؟ به وسیله این کامیون هایی که نفت قاچاق میبرن از سوریه به ترکیه، از سوریه به ترکیه، از سوریه به ترکیه. و ترکیه هم خب بالاخره کشور مسلمانی هست و اینها هم بالاخره آداب و رسومی دارن، ولی اونهایی که در رأس هستن مثل که یک اشتباه بزرگ تاریخی کردن و زیر اون به صلاح تونشو میدن به هر حال، حالا چطوری بشه نمیدونیم. بعد اون وقت تمام این چیزا شده، بعد سرکله روسا در اومده از این وسط که اونا اومدن که بله ما هم هستیم، بعد با هم یه ائتلافی کردن با ایران و عراق و سوریه و لبنان، حزب الله لبنان، اینا همه ائتلاف کردن که ریشه این افرادی رو که به عنوان داعش هستن بکنن. و تمام دنیا هم در صورت ظاهر این حرف رو دارن میزنن ولی در باطن هنوز دارن کمک میکنن و ما نمیدونیم که این قضیه قالش کنده خواهد شد یا نخواهد شد. ولی در تمام این مدت فکر کنین نظرها از کجا دیگه برگشته، یعنی کسی حتی توجه نمیکنه دیگه، وقتی که یک نفر که اومده به زور زمین یک فلسطینی رو گرفته و توش نشسته و اسمشو گذاشته خوشنشین، یا اینجا بهش میگن ستلر، یعنی اینجا رو اومده مال هیچ کس نبوده، اومده زحمت کشیده و این کاری حالا مال اونه، اومده حمله کرده به خونه یکی از این فلسطینی ها، شب بوده، صبح بوده، ظهر بوده، نمیدونم چه ساعتی بوده، همینقدر که یه بمب آتش‌زا انداخته تو خونه اینا، همه رو کباب کرده و بین اینها یه نوزاد کوچولو رو کباب کرده و هیچ کس صداش در نیومد، هیچ کس نگفت آخه چه بشریتی هست این شخصی که این کارو کرد، شناسایی کردید؟ نه، چون یه گنجیش تو منطقه از یه جا بلند شه بره یه جا دیگه بشینه، رد و پاتش سر روی در دو ساعته چیز میکنم این گنجیش همون گنجیش که حالا یه نفر اومده یه بمب انداخته خونه مردم، مردم رو کباب کرده، به این کباب شده های نوزاد کوچولو هم بوده، تا حالا ما نشیدیم که این شخص رو گرفتن محاکمه شده به جرم قتل و جنایت، آیا محاکمه شده یا نشده؟ اگه نشده مگه این یکی انسان نیستن؟ مگه اینا خونشون مثل خون اون یکی ها نیست؟ ما هفته پیش بود که بود یه صحبتی راجع به انگلیسا کردیم در ایران زمان قاجار، اینو من مثل که اشتباهی گفتم و این یه شخص انگلیسی بوده مثل که با اتومبیلش یا چیزی داشته میرفته یه نفر رو زیر میکنه، بعد همه میریزن که آی داد میداد چی شده فلان، و خب اینا راشون رو بلدن، میگی بریم کلانتری، چون میدونید کلانتری هر کی هست حرف انگلیسی رو گوش میکنه، میرن کلانتری، کلانتری میگه بعد محاکمه بشین، اونم میگه خیلی خوب. روز محاکمه که میشه اون انگلیسی یه گاری نشون میده، یه گاری میاره، عکس یه گاری کشیده بود که دو تا الاغ این گاری رو دارن میکشن، بعد یه عکس دیگه هم نشون داده بود که یک شخص داره یه گاری رو میکشه، بعد این گفته بود که ببینید یک شخص مساوی یک
یک دوم این اولاغ هست، یه چیز خلاصه پولی اولاغ دادن، یه نصف اولاغ رو ببرید، نصف اولاغ رو دادن قیمتشون به این خونه این شخص. اینم باز دوباره درست نتونستم بگم، اینقدر انسان تحت تاثیر قرار میگیره که چطور امکان داره از اون ور دنیا بلند شید بیایید این ور دنیا، اینقدر فجایع به بار بیارید، مردم رو به خاک و خون بکشید و انگار نه انگار خبری شده. یا اونطور که دوستان میگن آقایی هستن به نام مجد، یک کتابی نوشتن برای کشت و کشتار گرسنگی از سال 1917 تا 1917 تا 1919 که بزرگترین گرسنگی و کمبود آذوقه بوده و آذوقه ها رو همه احتکار میکردن، اجازه نمیداد از جایی بیاد و تمام مردم ایران رو از گرسنگی کشتن. اونطور که در آمار گفتن یک چهارم یا یک دوم از مردم ایران از گرسنگی اون موقع هلاک شدن و داستان هایی هم هست. البته به سن ما قد نمیده، ما 30-40 سال بعد از اون اومدیم، ولی اون پدر بزرگ های ما خبر داشتن که بله یه عده یونجه میخوردن عوض غذا، یه عده درم چکار میکردن، یه عده از گرسنگی اینقدر ضعیف میشدن که میفتن تو خیابونا و میمردن، اینقدر مرده تو خیابونا بود که نمیتونستن جوابری کنن و ببرن. و تمام این فجایع رو این انگلیس روباه پیر از هم پاشیده انجام داده و هنوزم دست بردار نیستن و هم همسایه هاشون اون فرانسه هم همینطور. اینطور که ما نمیدونستیم تا حالا این آقای اولند مثل که یک زمانی به اون منطقه خون صادر میکنه، زمان جنگ عراق بوده یا زمان جنگ کسی بوده و توی این خون همش پر از ناپاکی های مرض عید بوده و مردم اون منطقه رو دوچار میکنن بدون اینکه خجالت بکشن، بدون اینکه بگن ببخشید. ولی اگر شما یک کاری بکنید که بگید بالا چشمت ابروه، جیغرتو میکنن میرن بیرون که چرا این حرفو به ما زدین، ما متمدن هستیم شما وحشی هستیم. و همیشه هم اینو میگن civilized nation کجا civilized nation، 400 سال که civilized نمیاره. اروپا تا 600 سال پیش اروپای تاریکی بوده، در قلب تاریکی زندگی میگن dark ages، خودشون میگن در تاریخاشون dark ages، نمیدونستن صابون چیه که خودشونو بشورن، از ویگن کسی نزدیک اینا نمیتونسته بشه، سالی ماهی یه بار حموم میکردن. و حالی که در اون منطقه ما خزینه هایی داشتیم که هر شب بعد از ساعت مثلا یک و نصف شب تا 5 صبح آبی که توش بود میجوشوندن، این آبی که میجوشید تمام میکروب و هر چی داشت و میپخت و میریخت بالا، کفش رو میگرفتن صبح که مردم میومدن این آب پاک و طاهر بود، تا 1-2 ساعت همه ازش استفاده میکردن، میتونستن شستشو بکنن، خودشون رو پاک بکنن. و ما از مسیر خارج شدیم، باز طبق معمول دوستان همیشه از ما خورده میگیرن که آقا چرا یه حرفو یه جور نمیزنی، خب ما هم چیزی بلد نیستیم دیگه، هرچی بلدیم داریم میگیم، انشالله خیر باشه. اجازه بفرمایید ما یه مقدار نوشتار اینجا داریم، اینا رو بتونیم براتون بخونیم. و یک نامه ای هستش که رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت الله خامنه ای مثل که نوشتن و این برای چی هست؟ برای جوانان مثل که گفته شده. ببینیم میتونیم بیاریم اینو جستجو ببخشید. بله این اینطوری شروع میشه: دعوت از جوانان آمریکا و اروپا برای تغییر ذهنیت آلوده به تزویر غرب. خب غرب با تزویر همیشه اومده جلو، هیچ وقت حق حقیقت رو به مردم خودشون هم که نگفتن، چه برسه به ماها بگن که ماها رو همه رو مستعمر خود می. حضرت آیت الله عظمی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره مسئله تروریسم نامه ای خطاب به عموم جوانان در کشورهای غربی منتشر کردند و متن کامل این نامه به شهر زیر هست. بله با اینو حالا براتون دونه دونه می خونیم.
بسم الله الرحمن الرحیم به عموم جوانان در کشورهای غربی حوادث تلخی که تروریسم کور در فرانسه رقم زد تروریسم کور در فرانسه رقم زد بار دیگر مرا به گفتگو با شما جوانان برانگیخت. برای من تأسف بار است که چنین رویدادهایی بستر سخن را بسازد، اما واقعیت این است اگر مسائل دردناک زمینه‌ای برای چاره اندیشی و محملی برای همفکری فراهم نکند، خسارت دوچندان خواهد شد و رنج هر انسانی در هر نقطه از جهان به خودی خود برای هم نوعان اندوهبار است. برای هم نوعان اندوهبار برای دیگه فرق نمی کنه، ایشون هم میگن کشتن درست نیست، فرق نمی کنه کی کیو بکشه، همه ناراحت میشن، فرق نمی کنه من باشم، فرق نمی کنه شما باشه، فرق نمی کنه اون یکی باشه، پشت و پشتار اینطوری دردناکه و برای همه اندوهباره. منظره کودکی در برابر دیدگان عزیزانش جان میدهد، مادری که شادی خانوادهش به عذاب مبدل می شود، شوهری که پیکر بیجان همسرش را شتابان به سوی می برد، یا تماشاگری که نمی داند تا لحظات دیگر آخرین پرده نمایش زندگی خود را خواهد دید. مناظری نسبت نیست که عواطف و احساسات انسانی را بر نینگیزد. کاملا صحیحه، یعنی اتفاقی که داره میفته انقدر انسان را تحت تاثیر قرار میده اصلا اندازه نداره، بی حد و بی اندازه است. هر کسی که از محبت و انسانیت بهره‌ای برداشته باشد از دیدن این صحنه ها متاثر و متعلم می شود، چه در فرانسه رخ دهد، چه در فلسطین و عراق و لبنان و سوریه. قطعا 1.5 میلیارد مسلمان همین احسار رو دارن و از عاملان و مسببان این فجایع منزجر و بیزارن. خب اینو همینجا نگرش داریم. سالهای ساله در پاکستان، در افغانستان، در یمن، در بحرین، در عراق، در سوریه کشت و کشتار میشه، نه به دست مردم اونجا، به دست یکی ها اومدن از اون ور قاره، از اروپا و از آمریکا اومدن کشت و کشتار میکنن اونجا و فکر میکنن هیچکی نباید چیزی بگه. بابا اینشون خیلی قشنگ داره میگه بابا یکی داشته عروسی میکرده، خبر غلطی دادن که عروس یا داماد از اون چیزای طالبان هست یا از القاعده هست، از یکی هست، از اون یکی هست، اومدن بمباران کردن، زدن همه رو کشتن، بعد فهمیدن که اینا نبودن. و ما اینو نشیدیم در جرایت، نشیدیم در هیچ چیزی. و اینو باز دوباره من عرض کنم خدمت شما، اینو ما شنیدیم به چشم ندیدیم. یک نفر گفت وقتی که در افغانستان یه بمبی زده میشه یه خانواده رو از بین میبره، روز بعدش که از این سرلشکرها با یه گله بزغاله یا بز میره اونجا و میگه خب این خانواده که همه کشته شدن کی هستش که با اینا فامیل بوده؟ خب ممکنه مثلا یه خانواده چند نفری بودن همه کشته شدن، اون خانواده مثلا برادر داشته اونم کشته شده، اونم همه کشته شدن، حالا یه همسایه میاد میگه آقا من مثلا اینا رو میشناختم. بعد این سرلشکره به اینا میگه که خیلی خوب ما خیلی معذرت میخواییم، معذرت نه خیلی متاسفیم، معذرت هیچ وقت نخواستم، میگه خیلی متاسفم که این خانواده اینطور کشته شده و من حاضرم یه دونه بز به شما هدیه بکنم. خب همسایه و گرسنگی داره میمیره، میگه خیلی خوب قبول میکنم، کلی هم عکس میگیره تق 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 که بله سرلشکر امریکایی هدیه خون این افراد رو داره، این بزغاله رو ایشون داده به ایشون. خجالت هم نمی کشن، فکرم نمی کنن که بابا یه اللهی هست که واقف هست به همه چیز، یه اللهی هست که همه چیز رو میبینه، همه چیز رو میشنوه. نکنید این کار، روالش گردن همه رو. ایشون هم دارن اینو اشاره میکنن خیلی قشنگ و خطاب به کی؟ به جوانان اروپا و امریکا. ایشون نمیگه به مسلمون ها، نه، میگه به تمام جوان ها، چون بالاخره آینده تمام ملت ها به دست جوان های اون مملکت هست.
ایشون خیلی ساده داره اینو به جوان ها میگه که یه همچین کاری داره میشه، یه همچین رفتاری داره میشه، آگاه باشید. و این بله بله بعد میگن و از عاملان و مسببان این فجایع مزدجر و بیزارند، اما مسئله این است که رنج های امروز اگر مایه ساختن فردایی بهتر و ایمنتر نشود، فقط به خاطر های تلخ و بی‌ثمر فرو خواهد کاست. من ایمان دارم، ایشون می‌فرمایند، من ایمان دارم که تنها شما جوانهایی که با درس گرفتن از ناملایمات امروز قادر خواهید بود راه‌های نو برای ساخت آینده بیابید، بله، و سد بیراه‌هایی شوید که غرب را به نقطه کجود آی باریکالله. این خیلی قشنگ، خیلی واضح گفته میشه بابا. به مجردی که کاری انجام میشه یه جایی امریکا در رأس، نمیخواد ببینه که چی شده، سریع یک بیزنس برای خودش ایجاد میکنه که اینطوری از این ور باید بریم ببینیم چقدر مثلا پول از توش میشه در آورد، از یه نفر که اینجا کشته شده یه نفر اونجا کشته شده. و در ضمن همینجا در تمام مدتی که اینقدر انسانها کشته شدن در تمام این ممالک اسلامی، هیچ وقت ما ندیدیم کسی شمع به دستش بگیره بیاد جلوی این چیز مجسمه که چرک کنم، یه چیزی هست که به شکل مخروط اینطوری هست که نوک چیزی داره، یه چارچیز پایین داره، بهش میگن واشنگتن مانیومنت. ما ندیدیم اینقدر کشته شده در عراق، اینقدر کشته شده در افغانستان، اینقدر در سوریه، اینقدر در جایی، ما ندیدیم کسی بیاد یه شمع روشن کنه. بخواه اگه شمع روشن کنم اونم یه براش یه سرعت شمع روشن کنه ایجاد کنه، میلیون ها نفر کشتن اینا. برای هر دفعه یه شمع بخوای روشن کنی یه میلیون شمع، خب اونم خوره یه بیزنس خوبیه برای اینا. ایشون هم دارم میگن بابا باید بری ریشهشو پیدا کنی، اگه ریشهشو پیدا نکنی، اگر ندونی چرا اونهایی که این کشتار رو میکنن صد میذارن جلوی این که بری بفهمی که چرا این شخص اومده این کار رو داره میکنه. آقای اوباما چند وقت پیش گفتن که بله، ما نمیتونیم با افرادی که از جان خود گذشتند بتونیم مبارزه بکنیم. خب نمیپرسه که آقای اوباما این همه جوان 25 ساله است، 22 ساله است، هر چند ساله یه جوونه، چطور شد این از جور خودش گذشته؟ چی کار کردی که این از جور خودش بگذره؟ شما چی کار کردید که این از جور خودش بگذره؟ اونو نمیگه. بعد لغت درست میکنن، میگن که ما افرادی هستیم که به زندگی چی میذاریم؟ culture of life, culture of death. میگن که ما چیز زندگی داریم، یعنی شوق برای زندگی داریم، این یکی شوق برای مرگ دارن. حرف رو گوش کن، culture of life, culture of death. یه شوق ما در زندگی ما شوق برای زندگیه، ولی این یکی ها شوق برای مردن دارن. خب حالا بیاد یکی رو بکشه جناب، یا این حرف مزخرف از کجا آوردید میذاری؟ او مگه نمیبینی؟ میگم میبینم. چی کار کردی که این کارو بکنی؟ چرا رفتی مملکتشو غارت کردی؟ چرا رفتی اون مملکتو به فحشا و دزدی و فساد کشیدی؟ چرا؟ اینها یک مردم با ایمان متدین در راه خوب هستن، رفتی اونجا این کارا رو کردی. خب بالاخره منم باز میگم اینو، یعنی حق به همه میدم، منم به این سن و سال اگر یکی یه ذره غروفر بیاد ممکنه منم رو گمراه بشن، چه برسه این جوونا. و هدفشون هم اونه، هر دفعه هم میگن که مثلا جمعیت مصر 80 میلیون 60 درصدش جوانهای زیر 22 سالن. یعنی چی؟
یعنی اینا رو خوب میشه دور انگشتتون بچرخونید، خوب میشه اینا رو هدف قرار بدید و خارج کنید از مسیر، خوب میتونید مواد مخدره تو کفشون بذارید، خوب میتونید زرق و برق زندگی بهشون نشون بدید، بعد اینا بره سر اون یکی کلا بذاره، اون بره سر این یکی کلا بذاره، همینطور بچرخه تا مملکت از پا بیفته، در فساد خفه بشه. و این نقشیست، این طرحیست که اینا دارن میکشن. البته از اونجایی که همه میدونید طرح و نقش کش اصلی الله سبحانه و تعالی است و ما به امید داریم که الله سبحانه و تعالی ما رو حفظ کنه و در راه راست هدایت بکنه. بله، بقیه این صحبت رو میکنیم. درست است که امروز تروریسم درد مشترک ما و شما است، اما لازم است بدانی که ناامنی و استرابی که در حوادث اخیر تجربه کردید با رنجی که مردم عراق، یمن، سوریه، افغانستان طی سالهای متمادی تحمل کردند دو تفاوت عمده دارد. نخست اینکه دنیای اسلام در ابعادی به مراتب وسیع‌تر، در حجمی انبوه‌تر، به مدت بسیار طولانی تر قربانی وحشت افکنی و خشونت بوده است. این هم درسته. دومی که متاسفانه این خشونت ها همباره از طرف برخی از قدرت های بزرگ به شیوه های گوناگون به شکل مؤثر حمایت شده است. خب بله، یعنی تروریست ها را حمایت میکنن که برید این کار را کنید. امروز کمتر کسی از نقش ایالات متحده امریکا در ایجاد یا تقویت و تسلیح القاعده و طالبان و دنباله های شومان بی اطلاع است. در کنار این پشتیبانی مستقیم حامیان آشکار و شناخته تروریسم تکفیری، علی رغم داشتن عقب مانده ترین نظام های سیاسی، همواره در ردیف متحدان غرب جای گرفتند و این در حالی است که پیشرفته ترین و روشن ترین اندیشه های برخاسته از مردم سالاری های پویا در منطقه بیرحمانی مورد سرکوب قرار گرفتن و برخورد دوگانه غرب با جنبش بیداری در جهان اسلام نمونه گویایی از تضاد در سیاست غربی دارد. بله خب اینم باز درسته. اونهایی که خوب میدونید، بالاخره میگم بعضی صحبت هایی که ما اینجا داریم میکنیم همه شما اینها رو شنیدید، برخورد کردی، ولی ایشون خیلی قشنگ دونه دونه دارن میگن بله تمام این اشرار رو، تمام این افرادی که رو حالا به نام تروریست دارید میخونی، اینها رو خودتون تربیت کردین، خودتون به بار آوردین، چون القاعدهش باشه، چون طالبانش باشه، چون یکیش باشه، چون یکیش باشه، و همیشه اینها رو شما تغذیه کردید، پشتیبانی کردید و به مجردی که یک موج آزادی در یک بخشی ایجاد شد، یه ذره وایسادید، بعد همه رو سرکوب کردید و افرادی رو گذاشتید که اینا بی اطلاع هستن، چون افرادی که در عربستان هستن، در امارات هستن، در بحرین هستن و چه افرادی که در اردن هستن و چه خود ترکیه هستن، در مصر هستن، شما اومدید نطفه آزادی رو همونجا کشتید، اجازه ندادی که یه دفعه بچرخه، یه چرخ کوچولو بزنه. چرا؟ هیچ کس هم نمیپرسه آخه چرا؟ چون اینا میگن آقا ما چی میگن، کت خدا رو میبینیم و ده رو میچاپیم و در چاپیدن ده رعیت هایی که اونجا هستن بالاخره ناراضی میشن، بالاخره یارو از جونش میگذره دیگه، از جونش میگذره، میبینه که بابا هرچی داشته برده. اون شعری بوده شیه که از این آهنگ خونم میخورد، میگفت گل گندم مال من، هرچی دارم مال تو. داریوش، یه آقای بود به نام داریوش، این آهنگ رو میخون که آقا هرچی دارم مال تو، گل گندم رو بذار فقط من یه ذره مثلا بخورم، هرچی دارم مال تو ورده برو. این دیگه نمیتونه ادامه پیدا بکنه، این مردم بالاخره مردم هست. بله، بعد تمام این سیاست هایی هم که اینطوری داره ارائه میشه، همش و همش و همش اینطوری شروع میشه که امریکا
از موقعیت و موجودیت و بودن غاصبین سرزمین های فلسطین با تمام قوا دفاع میکنه. چرا؟ بقیه مگه آدم نیستن اونجا؟ اینا چیکار کردن که میخوای ازش دفاع بکنی؟ اینا چیکار کردن که عده نمیخواد؟ چی شده؟ سوال اینجاست که من چیکار کردم که بیای از من مثلا دفاع بکنی؟ با دونستن که من قلدر محله هستم و هر کی از جور رد میشه یه دلار ازش میگیرم تا رد بشه. چرا از من باید دفاع کنی؟ چرا این دفاع رو میکنی؟ ولی وقتی مردم مصر میان قیام میکنن، یه شخصی رو انتخاب میکنن، اون شخص هنوز یه سال نشده، کله پاش میکنید و یه نفر دیگه که اصلا معلوم نیست کی بوده چی نبوده میاد و بزرگترین زندانها رو پر میکنه از مردم، بزرگترین دستور اعدام مردم رو میده، فقط اگر یک نفر باشه که با امریکا چیز داشته باشه، ارتباطی داشته باشه، زیر فشار اینجا ولش میکنه بره. خب بقیه رو چیکار کنیم؟ اونا که کسی رو ندارن که اونا رو ول کنه. بعد اینجا تضاد هستش. تضاد این هستش که بله، این کار من برای این شخص میکنم، برای شما نمیکنم. هر چقدر این شخص بد باشه، جنایتکار باشه، از این بدتر وجود نداشته باشه، من اینو کمک کنم. هرچقدر شما بهترین مردم دنیا باشی، یکم به قول ترکا یه بامباچه میذارد تو سره. چرا آخه؟ چرا؟ این چرا رو جوونا دارن میپرسن. این جوونا دارن میپرسن این چیزا رو و ایشون هم خیلی قشنگ در تضاد جهان اسلام نمونه گویایی از تضاد در سیاست های غربی است که در برابر فقط در اونجا داره اعمال میشه، در جهان اسلام انجام میشه. چرا؟ یه عده اومدن فلسطین رو غصب کردن، سرزمین های فلسطین رو غصب کردن، برای خاطر اونها سیاست امریکا این هست که تو سر مسلمان ها بزنه هر جوری هم که میتونه، چه عربستانش باشه، چه بحرینش باشه، چه یمنش باشه، چه جای دیگه باشه، هر حقی از دستشون برمیاد میکنن. در ضمن عربستان روزی 14 میلیون بشکه یا 16 میلیون بشکه نفت صادر میکنه. این بشکه های نفت حالا 45 دلار نه 50 دلار یه هم چیزایی هست، اینا در 3 روز یا 4 روز 1 میلیارد دلار در میارن، در سال میشه 100 میلیارد دلار، چقدر 200 میلیارد دلار، بستگی روز چیزای روز 3 روز 3 روز دیگه. این پولا رو کل جمعیت عربستان 6 میلیون یا 10 میلیون بیشتر نیست، بقیه مهاجرن، اونایی که رفتن اونجا مغازه دارن، نون میپزن، زمین جارو میکنن، نوکر کلفتی میکنن برای اینها. اینقدر پولو که عربستان نمیتونه مصرف کنه. تمام این پولا میاد نیویورک به یک بانکی به نام بانک چیس منهتن، یه بانکی هست اونجا که این آقایون برادران راکفلر اینها تأسیس کردن. این پولا میریزه اونجا. خب شما میدونید که در دین اسلام بهره گرفتن برای پول حرامه. حالا ممکنه اینجا تریلیون تریلیون دلار انباش شده اینجا، منتها عربا که ازش اطلاع ندارن. اینا این تریلیون تریلیون دلار رو برمیدارن برای اقتصاد خودشون اینجا سعی میکنن استفاده کنن و یه دی به خصوصی ثروتشون تصاعدی اینطوری رفته بالا که وقتی نگاه میکنن میگن 10 سال پیش میلیونرهای ما اگر مثلا 10 نفر بودن، حالا میلیونرهای ما شاید 250 نفر شدن. چطوری میشه هم چیزی که مردم بدبخت امریکا مایحتاجشون رو از امروز به فردا دارن، آخر ماه که تموم شد هیچی ندارن که اینجا بذارن کنار که بگیم برای ما ناخوش شدیم این پول از اونجا استفاده کنیم. و تمام صحبت سر اینه که چطور امکان داره عربستان که خودشونو به نام خادمین حرمین قالب زدن اینقدر پول رو در اختیار کی گذاشتن؟ در اختیار اونایی گذاشتن که اینها رو حتی به آدم نمیشورن، حتی اینا رو قابل آدم نمیدونن.
تا جایی که هل دادن عربستان رو با غاصبین سرزمین فلسطین متحد بشن بر علیه کی؟ بر علیه ایران. مگه ایران به عربستان چیکار کرده؟ مگه ایران به عربستان چیکار کرده؟ مگه این چند وقت گذشته حج مگه اینقدر از افراد ایرانی کشته نشدن در یک حادثه هایی که خیلی مشکوک بود که چطور امکان داره یه نفر از اینجا داره رد میشه در همون زمان یه چیز سرش میفته، بعد میبینیم این آقا متخصص فضای صنایع فضایی ایران بوده. تا کجا میخواید این کارا رو ادامه بدید؟ ما نگرانیمون از اون هست، ولی اونهایی که هر روزشون با بسم الله الرحمن الرحیم شروع میشه آخر شب با الحمدلله رب العالمین ختم میشه، شما در یک حالتهایی هستید که امیدواریم همه بتونن به این سطوح شما بپیوندن انشاءالله رحمان. بله بعدم اینجا بله ایشون میگن بله چرا چهره دیگر این تضاد در پشتیبانی از تروریسم دولتی اسرائیل دیده می شود. مردم ستم دیده فلسطین بیش از 60 سال است که بدترین نوع تروریسم را تجربه می کنند. اگر مردم اروپا اکنون چند روزی در خانه های خود پناه می گیرند و از حضور در مجامع و مراکز پرجمعیت پرهیز می کنند، یک خانواده فلسطینی ده ها سال است حتی در خانه خود از ماشین کشتار و تخریب رژیم غاصبین سرزمین های فلسطین صهیونیست در امان نیست. امروز چه نوع خشونتی را میتوان از نظر شدت قساوت با شهرکسازی های رژیم صهیونیست مقایسه کرد؟ این رژیم بدون اینکه هرگز به طور جدی و مؤثر مورد سرزنش متحدان پرنفوذ خود یا لااقل نهادهای به ظاهر مستقل بینونه قرار گیرن. هر دفعه هر کس خرشی بزنه که بابا چرا این خانواده رو انداختی، بوم انداختی، همه رو کباب کردی، این بچه کوچولو رو کباب کردی، چرا این کار کردی؟ امریکا به تو میکنه اینا. خب این معنیش چیه؟ معنیش چیه؟ آقا هر غلطی میخواید بکنید بکنید، ما هواتو داریم. اینا میگن we have your back. اینا تازه یاد گرفتن، اینا تازه یاد گرفتن که ما هواتو داریم، we have your back. خود همین آقای اوباما گفت اولا از موقعی که آقای اوباما اومدن اینجا رئیس جمهور شدن تا حالا حداقل 6000 نفر فلسطینی کشته شده، 1500 نفر قبل از اینکه ایشون بیاد رئیس جمهور بشه در سال 2008 شد، 3500 نفر در یه چیز، 3000 نفر در یه مرحله دیگه در این مدت. در ضمن خودشون هم گفتن که بله من در این مدت به شما غاصبین سرزمین فلسطین بیشتر از تمام رئیس جمهورهای قبلی، یعنی جمع بزنی اگر اونا 10 دلار به شما دادن تمامشون با هم، من به تنهایی 15 دلار بهتون دادن. با همه این اون آقای نخست وزیرشون میاد اینجا دهنکجی میکنه به این، میره توی سنا شورا سخنرانی میکنه و مردم اینایی که اینجا هستن بلند میشن براش، انقدر دست میزنه که سرصدای بقیه مردم در اومد. یا الله. بله این رژیم بدون اینکه هرگز به طور جدی و مؤثر مورد سرزنش متحدان پرنفوذ خود یا لااقل نهادهای به ظاهر مستقل بدون قرار گیرد، هر روز خانه های فلسطینی ویران، باغ‌ها و مزارعشون رو نابود میکنن بی آنکه حتی فرصت انتقال اسباب زندگی یا مجال جمع‌آوری محصول کشاورزی به آنها بدهن. آقا اومدی خونه من رو خراب کنی، خب خیلی کار بدی میخوایی بکنی، ولی خود اجازه بی صندلی و قلم ببرم، یه برو بیرون همه رو سرت خراب میکنن. و به اینا گفتن، از دهن یکیشون در اومد که اون کسی که اینجا رو بنگوریانی که اینجا رو درست کرده یا اون خانوم سبحان الله، یه خانومی بود به نام گولدا مایر، خانوم گولدا مایر یا اون آقایی که به نام بنگوریان بود اینجا رو افتتاح کرده بودن اون زمان، به همشون گفته بودن مثل سگ هار رفتار کنی که هیچ کس جرأت نکنه اصلا به شما نگاه بکنه،
و همونطور هم هستش، وقتی داره میاد یه چیزی یه قد به این قدی داره، یه چیز هم گذاشته، کلا سرش گذاشته شده انقدی، یه مسلسل دستش گرفته، پاش که نیز میخوره تا 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 میذاره چی میگه با کنید حسد نباشه هر چقدر هم کشتی. بله که این و چشم ها حتی نمیده حتی اجازه نمیده این محصولاتون اینا جمع بکنن و به آنها بدهن. همه اینها اغلب در برابر دیدگاه وحشت زده و چشمای اشبار زنان و کودکانی که روی میدهد که شاهد ضرب و جرح اعضای خانواده خود در موارد انتقال آنها به شکنجهگاه های مخوفند. آیا در دنیای امروز قساوت دیگر در این حجم و ابعاد با این تداوم زمانی میشناسید؟ درستم میگه 60 ساله دارن این کارو میکنن، هیچ کس هم نیست چیزی به اینا بگه، میگن بله اگه ما هرشی بزنی لغبالی گردنمون میشه. و همینطور هم شد، یه نفر به نام خانم هلن تاماس دهنش وا شد، گفتش که بابا شما که مال اینجا نیستی، شما از اروپا اومدین، برید گم شده همتون برگرد به اروپا. سه روز نشد ایشون رو کله پا کرده و ایشون هم از قصه دخ کرد، یه دو سال بعدش یه سال بعدش. خیلی تشکر از حضور شما، تلفناتون به ما نرسید، انشالله اگر در زمان بعد میبینید برنامه ما رو زنده نخواهد بود، ولی با همون شماره تلفن 202-753-9933 تماس بگیرید، با ما چیزهای شما جواب میدیم به تلفنهاتون. دو تا تلفن بود اینجا، من خیلی ببخشید بهش نرسیدم، زیاده روی کردم، من رو ببخشید، انشالله تا هفته آینده باز خدمتون میرسیم. الحمدلله رب. I'm